به نام عزت منان، بینندگان گرانقدر تلویزیون آریانا و خواننده برنامه چراغ هدایت، سلام و درود بر شما عزیزان که همین اکنون تماشاگر برنامه چراغ هدایت هستید. چگونه در تجارت خود یک اخلاق نیکو داشته باشیم؟ دین اسلام چگونه ما را در این مورد راهنمایی میکند؟ توجه فرمایید به سخنان از استاد هبت الله ناقد در همین مورد. ارتباط ایمان با عبادت. عبادت در منطق قرآن و در وجوهات سنت مطهر پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش به معنای تقوا، حاصل کردن پاک نفسی و تزکیه نفس است. تسلیم شدن در برابر اراده پروردگار، عمل کردن به تمام آنچه که امر فرموده و اجتناب کردن از تمام آنچه که نهی پروردگار از اون نهی کرده، این را عبادت بگن. خود عبادت بندگی، انکسار، عاجزی و تسلیم شدن میگه. بدون تردید وقتی که عبادت به مفهوم خاص ما در نظر بگیریم که بنده مؤمن بدون بهانه، بدون چانه زنی، بدونی کدام ملاحظه و دغدغه میآید خدا به پروردگار خود تسلیم میکنه و در برابر اوامر او تسلیم میباشه و از نواهی او اجتناب میکنه. اینجا برای انسان مؤمن تقوا و پاک نفسی حاصل میشه. خود معنای تقوا در برگیرنده فضایل اخلاقی است. از اینجا رابطه در میان فضایل اخلاقی و عبادات به گونه واضح و روشن برای ما معلوم میشه که ایمان با عبادات با فضایل اخلاقی رابطه داره. عبادت با فضایل اخلاقی رابطه داره. عبادت همون انکسار و تسلیم و انقیاد و فرمانبرداری و تواضع در برابر اوامر پروردگار و اجتناب از نواهی پروردگار است. این عبادت هست. فضایل اخلاقی به منزله امو زیور، تحلیه و یا امو فضیلت و امو سعادتی است که میآید زیبایی های نهفته در عبادت برجسته می سازه و عبادت زیبا می سازه، در خور قبول و در خور پسند پروردگار می گردانه. پس ما گفته می تانیم که همان گونه ای که رابطه ناگسستنی، تنگاتنگ و نزدیکی در میانی اعتقادات و فضایل اخلاقی وجود داشت، عین رابطه در میان عبادات و فضایل اخلاقی وجود داره. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم که ایمان تقویت کننده عبادات و عبادات تقویت کننده ایمان هست، یا عبادت همون جانمایه تسلیم و انکسار و خضوع در برابر پروردگار است و اخلاق و فضایل اخلاقی به عنوان عامل تقویت کننده و برجسته کننده زیبایی ها و کیفیت ها و بالندگی ها و شگوفایی های امون عبادت است که فضایل اخلاقی او را تقویت میکنه و برای زندگیش برجسته تر میسازه. پس این دو با هم رابطه نزدیک دارن، رابطه که این رابطه ثابت هست هم به آیات و هم به روایات. دوستان برنامه، در بخش دوم حال هم حدیث از سردار کونین نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی: ستاسو پا کورونو که تر طول و غره کور دی الله جل جلاله پا ولانده هغه کور دی چه پا هغه که یتیم وی او دا غصر خ چلند کیگی. عقل وسیله نجات است. توجه فرمایین با سخنان از استاد سید مصطفی مرتضوی در همین مورد. و این عقل یک وسیله است، این عقل یک ابزاری در بر دست جامعه انسانی هست که از این استفاده کنه. این یک معبر هست که به هدف برسه.
هدف اون پیروزی انسان هست، هدف رسیدن انسان به اون ابعاد مختلف، به اون لایه های مختلفی که خداوند خواسته است که انسان به اون اهداف برسه و از این وسائل استفاده کنه. یکی از این وسائل عقل است، یعنی خرد است که انسان از این شعور و از این عقل خود استفاده کنه تا به اهداف برسه، که اهداف اون همون مقام است، پیدا کردن، دریافت کردن و در نهایت کار بعد از یافتن اون مقام انسان بتانه از اون مقام حفاظت و حراست کنه. بنابراین وقتی که باز بحث از عقل شوه، ببینین که عقل با تمام پدیده ها نمیتوانه که کارساز و گره گشا باشه. بله، نسبی میتونه که عقل پدیده ها را، مبهمات، مشکلات، محدودیت هایی که همیش در مسیر راه انسان وجود داره، در اینجاست که به اندازه نسبی، به پیمانه نسبی این عقل میتونه که از عقل استفاده کرد و این مشکلات حل کرد و انسان غالب به این مشکلات شد. اما به این معنا نیست که این عقل بتواند تمام مبهمات، تمام مشکلاتی که در مسیر راه یک انسان از آدرس یک پدیده نامیمونی که برای انسان ایجاد گردیده است انسان غالب شود، یعنی تمام رموز اون پدیده را بتواند توسط ابزار یا کلید عقل حل و فصل کنه. خب در شاید اکثریت، یعنی در حدود 60 تا 70% مشکلات عمده، گره هایی که کمپلکس است اونا را بتوانه حل کنه. اما به این معنا نیست که تمام مشکلات از مسیر عقل و از کلید عقل حل کرد، یعنی 100%. بنان میتونه بسیاری از معضله ها را حل کرد. یعنی به یک تعبیر عقل هم یک حصار داره، یک محدودیت خودش داره که به اونمو اندازه محدودیت خودش کار برد و توانایی داره، به اونمو اندازه که در برد داره و اون اندازه به اهداف میتوان که از عقل استفاده کرد و رسید. در بعضی از مسائل هست که باز عقل اون توانایی حل کردن گره هایی که افتاده است در اون پدیده را برای یک انسانی که موجود اجتماعی هست، با پدیده ها، با مشکلات، با مشکلاتی که مبهم هست گرفتار و دچار میشه، نمیتونه غالب شوه. مثلا یکی از مسائل است که عقل یعنی حیطه و کاربرد داره، میتونه حل کنه. اما یک عده از مسائل هست که عقل نمیتونه. شما ببینین حالا شاید در دوروبر 30% یا 40% مبهمات باقی میمانه، مثل عالم متافیزیک، یعنی عالم ماورای این عالم، یعنی عالم ذل مقدمه، که این عالم مقدمه قرار بدیم برای عالم ذل مقدمه. چرا؟ به خاطر که این عالم یعنی فانی شونده هست، یعنی این عالم برای انسان ها برای همیش نیست، برای اساس است که این یک مقدمه میتوان قلم داد برای یک عالمی که در اون عالم خلود و باقی ماندن به طور همیش هست، او را ذل مقدمه قرار داد. یعنی تلاش و سعی و زحمات و تلاش ورزی و عدالت محوری و انسانیت محوری و اخلاق محوری، اینا همه رسیدن به یک ذل مقدمه است که انسان بتوانه به او عالم دست باز داشته باشه. بحثی که از عالم متافیزیک میشه، یعنی عالم ماورای عالم میشه، یا بیاییم بحث از عالم مجردات کنیم، بحث از عالم حیولا مثلا وقتی که بحث فلسفی میشه، یا بحث از عالم ارواح، بحث عرفانی یا کلامی که در بین علمای عارف و متصوف صورت گرفته و بحث های زیاد روی این ایجاد شده است و واکاوی ها و کالبد شگافی ها شده است، در اینجا هست شما ببینید که یقینا نمیتوانیم که این عوالم مثلا هفتگانه را از مجرا یا از وسیله عقل بتوانیم که مبهماتش حل و فصل کرد. نیاز هست یعنی به یک مکتب، نیاز هست
به یک ایدولوژی، نیاز هست به یک باورمندی، نیاز است مخصوصا به یک مکتب که اون مکتب ارزش های خاص خودش مشخص کرده. و زمانی که انسان از اون نوع اول یا از اون وسیله اولی که عبارت از مسائل تفکر و اندیشه است، یأس و ناامیدی دامنگیر انسان شد، از اون وسیله دوم که عبارت از مکتب است، عبارت از اونمو اندیشه‌ای که مبتنی بر یک مکتب حقیقی که انسان میتواند در تمام مشکلات دست انسان گرفت و انسان از بطلاقه ها و از منجلابه ها و از همه گردابه های خانمانسوز انسان نجات داد، اون نیاز است به یک مکتب. این بحث اساسی ما تا به حالا که ما مقدمه چینی کردیم روی ایست که یعنی این فرهنگ و این تمدنی که مبتنی بر فرهنگ انسان ساز و بشر ساز تمدن اسلامی هست، یقینا که این نقش اساسی خودش دین و دینداری، شریعت و شریعت مداری در زندگی انسان ها هم دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. در اخیر نعتیه را داریم، تا روز بعد الله یار و یاورتان. جهان روشن است ضیای محمد، بود جمله عالم گدای محمد، بود جمله عالم، بود جمله عالم، بود جمله عالم گدای محمد. ندارم گرچیان دیده که بینم در جمال تو، نیم نومه چو عمرم را گذشتن در خیال تو، من دیوان در دوزخ بزن دیری تو خوش باشم، اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیز آل تو، چو بوی عشق تو آید مغز و سخان من، نسوزاند مرا آتش ز عشق یک جمال تو. جهان روشن است ضیای محمد، بود جمله عالم گدای محمد. محمد ندیم سمو شاکلیم، محمد ندیم سمو شاکلیم، بود قاب قوسین مجای محمد. ایک یورنگ با قوسین یود ناداری، مسند فوق تر از عرش مولا داری، از زمین تا به سماوات مقام ملکون، بینان پنک یمین امرو امرا داری، رخ یوسف دمی شاید بیزا داری، آنچه خوب الحمدارن تو تنها داری. با خدا شرمنده شان تویم که بدان منزلت و قرب غم ما داری، روخ یوسف دمی شاید بیزا داری، آنچی خوبان همه دارن تو تنها داری. جهان روشن است ضیای محمد، بود جمله عالم گدای محمد، بود جمله عالم، بود جمله عالم، بود جمله عالم گدای محمد. کمک دفتر مشکات تو را ای سرم باد فدایت، چی سخنها داری
به خدا ما همه شرمنده سانی تویم که بدان منزلت و قرب غم ما داریم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقب نور القمر لا یمکن ثنا کما کان حق باد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. ای در حریم پرده عزت مقام تو، ای خطبه سریل رسالت بنام تو، روزی که عرش کرسی و لوح قلم نبود آن دم زدن مور نبوت بنام تو. جهان روشن است ضیای محمد بود جمله عالم گدای محمد. خدا و ملائک قلم لوح و کرسی، خدا و ملائک قلم لوح و کرسی. گفتم با قلم نام محمد بنویس و جمله جهان نام محمد بنویس، آن نام مقدس که خدا عاشق ماست، با آب و گلاب و مشک و زمزم بنویس. خدا و ملائک قلم لوح و کرسی، خدا و ملائک قلم لوح و کرسی. بگویند جمله ثنای محمد، بگویند جمله ثنای محمد. جهان روشن است ضیای محمد، بود جمله عالم، بود جمله عالم، بود جمله عالم گدای محمد. دارم بسن خیال تو یا سید کبار، در هوای کوی تو بی صبر و بی قرار، ای آشمی نسب ندر کل بسای ما، که زحمت تو ما همه هستیم امیدوار. بی بای تو دماغ بود خالی از دوست، چشمان ما بسوی دیار تو عشق بار، زار و نزار گشت خطیب از هجر تو، رحم نما طبیب بسرش یک قدم گذار. هزاران درود و هزار دیگر زما باد بر روح خیر و بشر. سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید. اگر می خواهید که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید، پس اینجا را فشار دهید. اگر می خواهید که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید، پس اینجا را فشار دهید. اگر می خواهید که به چینل یوتیوب ما بپیوندید، پس اینجا را فشار دهید.